شب چله، تولد مسیح و کریسمس، تثلیث و غسل تعمید، جشن مهرگانمون، هفت خان رستم، حلقه ازدواج و صدها آداب و رسوم و آیین‌های دیگه، همه‌شون برمیگردن به یه نقطه. درود آقا، من باز اومدم بنیانهای فکریتون رو به لرزه در بیارم. این ویدیو از اون دست ویدیو هاست که آخرش شما دیگه اون آدم سابق نیستین، به خاطر اینکه قراره اطلاعاتی رو امروز بهتون بگم که خیلی ها برای سالیان زیادی تلاش کردن شما ندونین، ولی خب من امروز اومدم بهتون بگم. امروز قراره راجع به یکی از کهن‌ترین و پررمز و رازترین ایزدان ایران صحبت کنیم، ایزد مهر. قبل از اینکه وارد توضیحات بشیم، اما اینو بگم که این ویدیو به درخواست شما ساخته شده. چندین بار هم گفته بودین و حقیقتا منم پیر شدم تا این اطلاعات جمع‌آوری کردم. باورتون نمیشه، چون خیلی هم تلاش کردم اطلاعات تا حد امکان موثق باشه. در نتیجه که یادتون نره این ویدیو رو لایک کنین که به دست بقیه هم برسه، چون همونطوری که گفتم از اون دست ویدیوهاست که خیلی‌ها نمی‌خوان بدونن مردم اینا رو. نظرتون هم حتما برام کامنت کنین، مخصوصا اگر شما چیزی راجع به ایزد مهر می‌دونین و من تا آخر این ویدیو نگفتمش، حتما تو کامنت ها بنویسین که بقیه بدونن. توی ویدیوی امروز قراره برگردیم به خیلی قبل‌تر از زرتشت، قبل از اینکه حتی به دنیا بیاد، دوران آریایی ها، اون اولش که مهاجرت میکنن به ایران. حالا یه سری ها میان میگن نه مهاجرت نکردن، اصلا آریایی ها نبودن، کاری به این چیزا نداریم. با فرض اینکه آریایی ها مهاجرت کردن به ایران قراره پیش بریم. آریایی ها که وارد ایران میشن، یه ویژگی خاصی داشتن این قوم در مقایسه با سایر اقوام دور و بر، و اون این بود که در حالی که اقوام دیگه نمیدونم سنگ و بت و مجسمه و اینجور چیزا میپرستیدن، که نمونه خیلی واضح و مشخصش کشورهای عربی، مثلا قوم های عربی اطراف ما بود، آریایی ها این مدلی نبودن. اونا مظاهر طبیعت رو میپرستیدن، یعنی مثلا خورشید، آسمون، آب، زمین، این حالتی. و ایزدی که امروز قراره راجبش صحبت کنیم، ایزد مهر، یه پیوند خیلی مستقیم و محکمی با خورشید داشت. مهر به زبان پارسی میانه، میتره به زبان اوستایی و میتر یا میترا به زبان پهلوی، همشون اسمهایی بودن که برای نام بردن یه ایزد استفاده میشده، که حالا من مهر رو ترجیح میدم. ایزد مهر ایزد پیمان، دوستی، تعهد بوده و جزو قدرتمندترین و کهن‌ترین، همونطور که گفتم، ایزدان ایران باستان بوده، پیروان خیلی زیادی داشته و آداب و رسوم خیلی خاصی هم داشته. و چیزی که توی این ویدیو ما قراره متوجه بشیم اینه که چجوری آداب و رسوم و باورهایی که توی این دین بوده توی سایر ادیان هم دیده میشه، شباهت‌های خیلی زیادی باهاش، و قراره راجع به این داستان که چی باعث این اتفاقات شده صحبت کنیم. راجع به قدمت تاریخی این دین نمیشه خیلی واضح و با اطمینان صحبت کرد. بعضیا تا 6000 سال قبل هم تخمین میزنن قدمتش رو، ولی سند مشخص و اصل کاری که ما داریم که راجع به این دین انگار برای اولین بار در تاریخ صحبت شده اونجا، یه گل نوشته، یعنی یه لوح گل نوشته است که توی منطقه بوغازکوی آسیای صغیر، میشه ترکیه امروز، پیدا شده، که مرتبط بوده با قوم هیتی ها. و اونجا توی این پیمان‌نامه‌ای که بوده از ایزد مهر کمک میگیرن برای پایبند بودن به این پیمان. همونطوری که گفتم مه ایزد پیمان ها بوده. البته که ما منابع دیگه هم خیلی داریم که راجع به این ایزد صحبت کردن. اوستا هست، سایر کتیبه و سنگ نوشته هایی که داشتیم هست، حتی بعضن بعضیا میگن توی شاهنامه هم اشاره هایی شده به مه پرستی. البته راجع به اینا بعدن بهتر توضیح میدم. بیاین داستان تولد میترا رو براتون تعریف کنم. میترا همون مهره. خیلی جالبه دوستان، و از این قسمت شروع میشه دیدن یه سری شواهد های عجیب غریب بین این آیین با سایر ادیانی که ما داریم. در رابطه با تولد میترا چند تا داستان وجود داره، دو تاش اصل کاریان. یکیش داستانیه که قبلا توی ویدیوی شب چلمون هم گفتم، یعنی این که میگن میترا یا مهر توی تاریک ترین غار جهان در شبی تاریک از دل سنگی متولد میشه و میاد بیرون. البته حتی من یه چیز دیگه هم شنیدم، بعضیا میگن اینو که میترا از به هم خوردن دو تا سنگ به دنیا اومده. منظورشون همون قضیه دیدین دو تا سنگ رو میذارم هم آتیش به وجود میاد، این بوده. که خب میگم این یه داستان، همین از دل سنگ بیرون اومدنش. اما داستان دومیه
این یکی داستانم توی غار اتفاق میفته. دوباره کلن غار برای مهر پرستان خیلی مهمه. حالا بعد که راجع به مهرکده ها صحبت کردیم بهتون میگم چرا. دوباره توی همون غار تاریک سرد میگن که ایزد آناهیتا که من خیلی دوستش دارم، جزو قدرتمندترین و جزو ایزدهای خیلی مهمه ایران باستان بوده و زن بوده، در حالی که باکره بوده ایزد مهر رو به دنیا میاره، که خب اینجا داستان خیلی شبیه داستان دیگه میشه. میگن که وقتی هم که این اتفاق میفته دو یا بعد جواب میگن سه تا چوپون هم اونجا بودن. بعد از اینکه مهر رو به دنیا میاره آناهیتا اون رو میذاره لای برگ‌های گل نیلوفر، که تو خیلی از نقش‌ها میبینیم که این نیلوفر کنار ایزد مهر حضور داره، پس این گل نیلوفر یه جورایی مرتبطه با ایزد مهر. دیگه چیزای جالبی اتفاق میفته بعدش. ایزد مهر که به دنیا میاد، البته اینو بگم که جز معدود ایزدایی که رو زمین به دنیا میاد، به دنیا که میاد برهنه بوده، که خب منطقیه به نظر من، به دنیا اومده دیگه، حالا چه از دل کوه باشه چه از آناهیتا هر چیزی. ولی میگن کلاه سرش بوده. چرا؟ حالا این چیزایی که تو دستش بوده، جاهای مختلف من چیزای مختلف خوندم، خیلی ها اعتقادشون این هست که یه کره‌ای تو دستش بوده، که این کره یه جورایی همون کیهانه جهان، چون ایزد جهان قرار بوده باشه این تو دستش بوده. بعد یه جا خوندم که خنجر تو دستش بوده، بعد با این خنجره میره یه گاوی رو میکشه. داستانش رو الان تعریف میکنم براتون. بعد دوباره یه جا خوندم گفتن تیر و کمون تو دستش بوده، با این تیر و کمونم یه کاری انجام میده، اونم الان بهتون میگم. بعد دیگه من حتی فکر کنم یه جا خوندم مشعل و اینجور چیزام تو دستش بوده و میگم دوست عزیز تازه به دنیا اومده، این چه کاریه. ایزد مهر همون اول کار که به دنیا میاد بر آن میشود که نیروشو بسنجه یه جورایی و قدرت خودش رو نشون بده. از همون قهار که میاد پایین، حالا به ترتیب این نبردا مبارزه مشخص نیست، چیزی که من خوندم اول میره با خورشید مبارزه میکنه. دوستان خیلی ها مه پرستان رو فکر میکنن خورشید پرستن، خیلی ها فکر میکنن مه همون خورشیده، ولی اصلا اینطوری نیست، همه چی به این مبارزه برمیگرده. حالا این مبارزه چی بوده؟ ایزد مه میره با خورشید، یعنی ایزد خورشید مبارزه میکنه، یه خدای جدایی بوده اسمش هم سوله، با خدای خورشید مبارزه میکنه و شکستش میده. یعنی خدای خورشید عملا میفته زمین و روشناییش رو از دست میده، ولی بعد ایزد مهر دستش رو میگیره بلندش میکنه و یه جورایی روشنایی رو برمیگردونه بهش و اینا همونجا با هم پیمان و عهد دوستی میبندن و تا آخر کار دوستای خیلی صمیمی با همن. خورشیده که شکست میده، بعد میاد سراغ یه گاوی. اگر یه مقدار با مهرپرستی آشنا باشین میدونین که خیلی از این سنگ نگارا و نقش نگارایی که داره همش در حال کشتن یه گاویه. این گاو هم گاو معمولی نبوده دوستانم، بهتون میگم چی بوده. از همون غار که اومده پایین توی یه دشت یه گاوی رو میبینه، میره سوارشه، سوارش هم میشه ولی گاو میزنتش زمین. ولی این شاخه هنوز تو دستش بوده. ببینین با چه جزئیاتی دارم تعریف میکنم. شاخه تو دستش بوده، این گاو میاد میکشونه ببره تو همون غاره. میبرتش، گاو فرار میکنه. دیگه عصبانی میشه، میاد دنبال گاو و این گاو رو میکشه. بعد از اینکه این گاو رو میکشه و خونش میرسه میریزه روی زمین، حیات گیاهان و کل حیات زمین از اونجا شروع میشه، چون این گاو گاو نخستین بوده. گاو نخستین نمیدونم اسمشو شنیدین یا نه، ولی اگر بخوام تعریفش کنم برمیگرده به اینکه اهورامزدا چجوری جهان رو آفرید، و که خب اون اصلا یه داستان خیلی طولانی و پیچیده و زیادیه. اگر که دوست دارین که این داستان رو براتون تعریف کنم، باید یه ویدیو جدا بسازم. توی کامنت ها به هم بگین که بریم اون ویدیو رو بسازیم. خب خورشید رو شکست داد، گاورم که کشت، میمونه یه کار دیگه. البته گفتم حالا ترتیب این کارا رو دیگه مطمئن نیستیم که چجوری بوده. تیر و کمون گفتم داشت، با این تیر و کمونش به یه صخره‌ای تیر میزنه و بعد از اون صخره یه چشمه آبی شروع میکنه به جوونه که نه نه آب میاد بیرون، یادم نمیاد دقیقا، جوشیدن. قبل از اینکه بریم من مراسما و آداب و رسوم و این جور چیزایی که مهرپرستا دارن رو بهتون بگم و داستان این که چجوری وارد اروپا شد و چقدر گف پیدا کرد توی اروپا، دوست دارم یه مقدار بیشتر راجع به ویژگی های مهرپرستون بگم. ولی باز قبل از اون من رابطه مهر و خورشید رو مشخص کنم براتون. همونطوری که خیلی ها میان میگن زرتشتی ها آتش پرستن، برای بازه خیلی ها فکر میکردن مهرپرستا هم خورشید پرستن، چون رو به خورشید عبادت میکردن. ولی قشنگ مشخص شد دیگه ایزد مهر و ایزد خورشید با هم فرق دارن و اینا همیشه با همن. بخوام یه مقدار واضح تر بگم، هرچند خیلی پیچیده میشه درکش، ولی ایزد مهر اون نوریه که
قبل از طلوع خورشید میاد. یعنی دیدین خورشید هنوز کامل نیومده بالا ولی یه نورهایی هست، اون ایزد مهره، یعنی یه جوری نشانه ایزد مهره. و ایزد مهر از طلوع تا غروب با خورشیده. بعد از اینکه خورشید غروب میکنه میاد روی زمین و به پیمانها و حالا کارهای دیگه‌ای که داشته رسیدگی میکنه. پس در طول روز همراه با خورشید در حرکته. میخوام این تیکه از روی این کتاب بخونم، کتاب تاریخ اساطیری ایران نوشته دکتر جاله آموزگار. من خیلی خانم آموزگار رو دوست دارم چون ایشون باعث شدن من علاقه من بشم به اسطوره شناسی و اسطوره های ایران و خیلی هم قبولشون دارم. و این تیکه کتاب داره راجع به مهر توضیح میده، براتون میخونم از روش. میگه که مهر همراه با خورشید از مشرق به مغرب میرود و پس از فرو رفتن خورشید نیز به زمین میآید و بر پیمان ها نظارت میکند، همین چیزی که الان بهتون گفتم. و برای بهتر انجام دادن چنین وظیفه ای صفت خدای همیشه بیدار را دارد و هرگز خواب به چشمانش نمیآید. او دارنده دشت های فراخ است و هزار گوش و 10,000 چشم دارد و بازوانی بلند و توانا که می توانند به سوی همه جهان دراز شوند. او همه پهنای هستی و مردمان آن را زیر نظر دارد تا کسی پیمان نشکند. جای او بالای کوه البرز است، بر تن زرهی زرین و بر دوش سپری سیمین و در دست گرزی گران دارد، گرزی که دارای 100 گره و 100 تیغ است و از فلز زرد و زر سخت ساخته شده است، گرزی که هم اسب و هم سوار را به هراس می‌افکند. و خب بقیه توضیحاتی که داده. چیزی که خیلی جالبه اینجا اینه که ببینین چقدر دقیق توضیح داده به برای مدلی هم که شما داری راجع به یه خدایی که ماره نمیدونم بگم چند هزار سال پیشه صحبت میکنی. ولی خب این چیزایی که توی این کتاب هست و خانم آموزگار از خودش ننوشته دوستان، یعنی از روی همون کتیبه ها، سنگ نوشته ها، مطالبی که ما توی اوستا داریم و همه اینا بوده، جمع آوری کردن و توی اون منابع ویژگی های ایزد مهر رو این مدلی گفتن. ایزد مهر با این که همونطور که بهتون گفتم مال قبل از زرتشته و شاید قبل از اینکه حتی خدایی به نام اهورامزدا معرفی بشه، ولی توی اوستا چیزی که راجبش گفته شده اینه که این ایزد جزو آفریده های اهورامزدا است و یه جورایی به اهورامزدا توی رسیدگی به جهان کمک میکنه. و ما حتی یه دونه یشت راجع به مهر داریم، یشت دهم اوستا، مهر یشت، کلن راجع به این ایزده و حالا توش داره اون رو ستایش میکنه و یعنی میگه به مردم که این ایزد ایزده لایق ستایشه. علاوه بر اوستا که بهتون گفتم، حالا توی منابع دیگه‌ام که داریم، یه سری چیز جالبی که من خوندم این بود که یه سری ها اعتقاد دارن که کوروش مهر پرست بوده. نمیتونم با اطمینان راجع به این قضیه صحبت کنم، ولی خب میگفتن با توجه به حالا سنگ نگارهایی که در رابطه با ساختمونایی بوده که مال دوران اونه یا حتی شیوه معماری مقبرش این حرفو زدن، ستاره پنج پراره کنار کلاه خودشه، یه جوری میگن این همون خورشید و مهر و همه این موارده. یکی اینو گفتن و یکی دیگه هم چیزی که خوندم و جالب بود برام این بود که یه سری هم اعتقاد دارن که رستم هم توی شاهنامه مهر پرست بوده و خیلی جالبه این. به عنوان زنگ تفریح اینو بهتون بگم که لوکیشن جایی که مکانی که ما امروز اومدیم فیلم برداری روستای مبارک است که قبلا ویدیوشو ساختم، یه روستای کاملا زرتشت نشینه. لینکشو میذارم این بالا، میتونین اگر خواستین بعد از این ویدیو برین نگاه کنین و حالا توی اون ویدیو راجع به این روستا هم توضیح میدم. از اون جایی که حقیقتا فکر میکنم الان ما توی ایران جایی منتسب به مهرپرستان داشته باشیم، مرتبط ترین جایی که پیدا کردم همین روستای زرتشت نشین بود. حالا بیایم یه مقدار وارد اعتقادات و مراسم و اینجور چیزای مهرپرستان بشیم. همونطور که میدونین تقریبا همه ادیان یه عدد مقدس دارن. این عدد مقدس برای مهرپرستان عدد 7 بوده که دوباره اینجا داریم وارد اون بحث شباهت مهرپرستی با سایر ادیان میشیم. و این عدد 7 رو ما میتونیم توی چیزای مختلفی مثل 7 طبقه آسمان و زمین، 7 دروازه، 7 مقام، معبد 7 تاخچه و خب کلا این هفته خیلی مقدس بوده. اگر دقت کنین میبینین این عدد 7 مقدس رو ما تو خیلی ادیان دیگه هم داریم دیگه. جایی که این 7 مقدس خیلی مشخص میشه توی آیین مهرپرستی، 7 مرحله میترایی یا عشقه. توی مهرپرستی اینو داشتن که رسیدن به اون درجه والا، یه جورایی مرحله به مرحله بوده دیگه. من فکر کنم تو همه ادیان تقریبا این هست، ولی مهرپرستی این مرحله خیلی سخت بوده. رسیدن به مرحله بالایی واقعا وحشتناک بوده، آزمونای خیلی سختی داشتن. بخوام به ترتیب این مراحل رو بگم، مرحله اول کلاغه، بعد همسر، سومیش سرباز، چهارمی شیر، پنجمی پارسی که از این
مرحله ما میفهمیم که مهرپرستی و ایزد مهر همه اینا یک ایزد ایرانی یا پارسی بوده. بقیه جاها نخوان بزنن به اسم خودشون. هرچند من دیدم بعضی جاها این پارسی رو میگن پارسا. علتش رو نمیدونم ولی خب مرحله 5 بوده. مرحله 6م پیک خورشید، مرحله 7م پیر یا آموزگار بوده. از همین ترتیبی که بهتون گفتم مشخصه کلاغ یه تازه واردی که آدما حسابش نمی‌کردن محسوب می‌شده یه جورایی، و پیر و آموزگار اون مرحله والای والا بوده که میدونین ما این مفهوم تو خیلی از ادیان دیگه هم داریم که میگن وقتی به اون درجه خیلی بالا از عرفان میرسی با خدا یکی میشی، پس این پیر یا آموزگار همون ایزد مهره. در رابطه با این مرحله ها خیلی چیزای زیادی میگن، یعنی هر کدومشون دوباره نمادهای خودشون، آداب و رسوم خودشون رو داره که خیلی طولانی میشه من اگر بخوام براتون توضیح بدم این کارو نمیکنم. در همین حد بدونین که اون سه تا گروه اولی که بهتون گفتم، یعنی کلاغ، همسر و سرباز، توی مراسم ها یه جورایی حکم خدمتکار رو داشتن. اولا میگم آدم حسابشون نمی کردن یا هر چیزی. اون چهار تا افرادی که تو اون چهار تا مرحله بالا بودن یه جورایی مراسم برای اونا بوده، این سه تا باید کارا رو انجام میدادن، پادویی میکردن، همچین سیستمی بوده اون دوران. راجب مهکده ها یه توضیح کوتاهی بهتون بدم. کلن آریایی ها خیلی در بند این که معابد عجیب غریب بسازن و اونجا بخوان نیایش کنن نبودن. نمونهش هم هست، یعنی شما برین تو یونان و روم و اینا نگاه کنین، مثلا برای خدای آرتمیس و نمیدونم خدایان مختلفشون معابد عجیب غریب گنده فلان دارن، ولی ما تو ایران همچین چیزی رو نداشتیم در سادگی تمام. و از اون طرف دوباره مهپرستا خیلی ساده تر بوده همه چی. خیلی از مهپرستا توی غارها عبادت میکردن که به سمت خورشیدم باشه البته، چون خب من بهتون گفتم میترا یا مهر توی غار به دنیا میاد، غار چیز مقدسی بوده براشون. یه سری ها شاید بگیم قبلترش میرفتن بالای یه تپه یا بلندی که نزدیک باشن به خورشید دوباره، چون مهر همراه با خورشیده. یه عده هم معابدشون یا بگیم مهکده هاشون توی زیرزمین ها بوده. متاسفانه ما حقیقتا توی ایران چیز چندانی از مهپرستا و حالا بگیم مهکده هاشون اینا نداریم. توی اروپا خیلی بیشتره این. حالا من الان میام راجع به اروپا و داستان اونجا هم تعریف میکنم براتون. نمونه های باقی مونده از مهکده هایی که الان توی ایران داریم، یکی مهکده محمد آباد برازجانه، یه دونه مهکده داریم که الان قدمگاه بادامیاره، یه دونه هم داریم امامزاده معصوم ورجوی اگر درستش بگم که توی مراغ است، و این ستا رو میگن که مهکده بوده. حالا چیز خاصی باقی نمونده از اونجا، ولی خب احتمال میدن که مهکده بوده. و بقیه جاها رو میگم چیز خاصی بنای خیلی مشخصی که بگیم اینجا مسلما مهکده بوده نداریم. خب اومدیم در کنار سرو کهن روستای مبارکه. اینو بهتون بگم دین میترائیسم یا مهرپرستی خیلی با نماد سر و کار داره. اصلا یک دین رمزآلود عجیب غریبیه دوستان. سایر ادیان یه سری آداب و رسوم و مراسم های مشخص دارن، تکلیف آدم با خودش مشخصه به هر حال، ولی میترائیسم اینجوری نیست. اصلا کلا حالا راجع به اروپا میگم، وقتی وارد اروپا هم میشه اسمش رو میذارن آیین رازهای میترائی، انقدر رازآلود بوده. خیلی هم با نماد و حالا کارهای سمبولیک یا نمادی طور سر و کار داره. آقا این ویدیو خیلی طولانی شد، من عذر میخوام، ولی هیم حیفم میاد یه سری چیزا رو نگم. دیگه بدون اتلاف وقت بریم سراغ این که چی شد مهرپرستی وارد اروپا شد و انقدر اونجا رواج پیدا کرد. نمیدونم در جریانین یا نه، درسته که مهرپرستی مال ایران بوده، ولی یه بازه این مرکز این دین میشه روم باستان، انقدر اونجا رواج داشته. خیلی مشخص نیست که دقیقاً توی چه تاریخی مهرپرستی وارد اروپا میشه، ولی خب چیزی که میگن اینه که توی سال 330 قبل از میلاد وقتی اسکندر حمله میکنه به ایران. کاری ندارم که الان دوباره یه سری دوستان میان میگن اسکندر حمله نکرده اینا، ولی با فرض اینکه حمله کرده، خیلی از مهرپرستان حرکت میکنن و مهاجرت میکنن به سمت اروپا، چون کلا مهرپرستای گروه خاصی بودن، گروه ردبالایی هم بودن میشه گفت. خب مهرپرستی اومد و وارد اروپا شد و چقدر هم با استقبال مردم مواجه شد، خیلی خوششون اومده بوده. برای سالیان زیادی هم اونجا خیلی رواج داشت، پیروان خیلی زیادی داشت، کلی مهکده ساختن و خب از نقش و نگاره که اونجا مونده مشخصه کاملا انقدر که سنگ نگاره و اینجور چیزا دارن. این جریان بود تا دوباره مسیحیت هم اونجا رواج پیدا کرد. این دوتا دین شده بودن رقیب سرسخت هم دیگه. این رقابت ادامه داشت، همان براشون سوال شده بود که حالا کدوم یکی برنده میشه. خیلی از پادشاه های رومی هم خودشون مهرپرست بودن ها، ولی اومد و رسید به کنستانتین.
کنستانتین عزیز ما خودش مسیحی بود، خیلی هم مسیحیت رو قبول داشت و خیلی هم این مدلی بود که همه باید مسیحی باشن. اومد دستور داد که چه تو امپراتوری روم چه تو سرزمین هایی که تحت حکومت امپراتوری روم بودن هیچ دینی جز مسیحیت نمیتونه وجود داشته باشه و از اینجا یه جورایی دوران تاریک و سیاه مهرپرستان شروع میشه، چون یا باید مسیحی میشدن یا میکشتنشون، یعنی خون و خونریزی یک اوضاع بدی واقعا اون دوران. طی این اقدامات مهرپرستی افول پیدا میکنه توی اروپای جورای کم کم از بین میره کامل. ولی خب همین بازه‌ای که مهرپرستی بوده و مسیحیت بوده و اینا باعث میشه این آیین و مسیحیت خیلی روی هم تأثیر بذارن، از این مدل که همونطوری که تا اینجا گفتم خودتون متوجه خیلی شباهت ها شدین. ولی خب بخوام واضح‌تر یه سری شباهت ها رو بگم، بحث تولد مسیح و داستانش که شبیه بوده به تولد ایزد مهر، اگر ویدیوی شب چلمون رو دیده باشین که لینک اونم میذارم این بالا میتونین تماشا کنین، کلن اصلا روزی که ایزد مهر به دنیا آمده رو همین آقای کنستانتین میاد میگه روز تولد مسیح باشه، چون مطمئن نبودن چه روزی به دنیا اومده. بحث تولدشه، بحث اینه که مسیحی‌ها غسل تعمید دارن، خیلی شبیه به یکی از مراسم‌هایی که مهرپرستا انجام میدن که توش یه شخصی میره توی آب، کامل میره زیر آب و بعد وقتی میاد بالا میگه من دوباره زاده شدم. این کار نمادینی بوده. خلاصه یه چیز خیلی خیلی جالب، بحث ضیافت شام آخر دوستان انقدر جالب بود برام وقتی فهمیدم ایزد مهر اعتقاد بر اینه که نمرد، عروج پیدا کرده خب، و شب آخری که روی کره زمین بوده با دوستاش یه مهمانی برگزار میکنه، یه ضیافت شامی میگیرن که خدای خورشید هم اتفاقا بوده تو اون مراسم. بعد توی این مراسم گوشت گاو و خون گاو و اینجور چیزا رو میخورن. یا یه چیزی که بهتون بگم، مثلا کلا یکی از نوشیدنی هایی که مهرپرستان داشتن توی مراسم های مختلفشون همین خون گاو و با یه گیاه مقدسی که زرتشتی هم دارن، گیاه هوم قاطی میکردن، یه نوشیدنی توهمزای خاصی تولید میکردن که زرتشت که میاد خوردن این نوشیدنی رو ممنوع میکنه. خون گاو بوده به هر حال. این ضیافت رو برگزار میکنن و بعدش مهر خدافظی میکنه، سوار عرابه، زری عرابه خیلی گفتار خاص داشته، سوار عرابهش میشه و میره تو آسمونا، دیگه اونجا میمونه تا در آخر از زمان دوباره برگرده روی زمین، یعنی رستاخیز برمیگرده. جزو داورها هم هست، چون این اعتقاد تو مهرپرستی از اعتقاد به بهشت و دنیای پسین و اینا وجود داره و اعتقاد دارن که توی رستاخیز دنیا سراسر آتیش میشه، یه پلی هست که از این پل اگر رد بشین میرسین به بهشت و اینا. بعد مهر اونجا وایساده و داوری میکنه، جزو ایزدانیه که اونجا هست، بعد اون میگه که آیا اجازه دارین از این پل رد بشین یا نه. اومدم چه لوکیشن خیلی متفاوت، یه چیز باور نکردنی بهتون بگم، البته نمیدونم میدونین یا نه، امیدوارم ندونین، جذابیتشو بیشتر میکنه. دوستان هیچ وقت به نماد نازی ها دقت کردین؟ نمادی بود که هیتلر انتخاب کرده بود برای نازی ها دیگه. هیتلر علاقه خیلی خاصی به آریایی ها داشته، چون خودشو آریایی میدونسته، با ایرانی هم خیلی حال میکرده و این نمادی که نازی ها دارن یک نماد ایرانیه دوستان، به هر حال برای این قوم آریایی بوده دیگه. خلاصه این صلیب شکسته که حالا گردونه مهر، چلیپا، همه اینا رو بهش میگن، یک نماد آریایی بوده و حالا مطمئن نیستن که آیا هیتلر دقیقا از عمد این نمادو انتخاب کرده برای نازی ها یا اتفاقی بوده این جریان، ولی متاسفانه به واسطه انتخاب ایشون این نماد یه جوری بد شده تو جهان. یعنی هر کی این شکل رو میبینه یاد هیتلر رو کارهای نچندان شایستش میفته. حقیقتا اگر بخوام از شباهت های میترائیسم و مسیحیت بگم تموم نمیشه اینا، یعنی بحث این که توی کلیساها سرود خونده میشه، موسیقی نواخته میشه شبیه به مهرپرستیه، این که یک شنبه ها روز مقدسشونه و اصلا ساندی روز خورشیده دوباره مرتبط به مهرپرستیه، حوضچه مقدسی که توی کلیساها وجود داره دیگه، خیلی چیزا، یعنی واقعا خیلی چیزا. ولی اگر بخوام یه چند تا از چیزای جالب که مرتبط با حالا بگم خودمون آداب رسوم خودمونم هست بگم، بحث هفت خان رستم دوستان، من به شما گفتم هفت عدد مقدسیه دیگه، بعد تازه گفتیم هفت مقام میترایی داشتیم، هفت خان رستم هم همینه، یعنی میگن که از همین اومده، دوباره هفت شهر عشقو داریم، کلا ما هفت خیلی آداب رسوم و چیز خودمونم زیاده، پس این شباهت ها هم با مهرپرستی هست. از شباهت ها که هرچی بگم کم گفتم، اگر موردی شما میدونین توی کامنت ها بنویسین برامون که بقیه بخونن. یه چیز خیلی جالب دیگه هم بهتون بگم، اعتقاد بر این بوده که شب چلمون فرداش این آقای پیر، یعنی همون مهر، می اومده روی زمین و هدیه می آورده برای پیروانش و نکته جالبش اینه که یه ردای بلند قرمز می پوشیده دوستان، سانتا کلاس عملا. و اما چه بر سر این دین آمد، مهرپرستی جورایی منسوخ شده است، یعنی
کامل از بین رفته. البته شاید یه جایی رو پیدا کنین مردم هنوز مهرپرست باشن، چون ما گاوپرست و موشپرست هم داریم و خب مهرپرستی توی هند هم بوده حتی. ولی چی باعث میشه این دین از بین بره؟ اصلا چرا از مسیحیت شکست میخوره؟ جدای حالا بحث این که کنستانتین اومد اون دستور رو داد و قتل عام کرد عملاً، ولی خب توی ایران هم مهرپرستی باقی نموند به خاطر اینکه یه سری ایرادات بهش وارده. بحث اصلی یا اول کار اینه که مهرپرستی برای همه کس نبوده دوستان، برای یه گروه خاص، گروه رده بالا بوده. بحث بعدی اینه که زنها توی این دین هیچ جایگاهی نداشتن، هیچ، اصلا نمیتونستن وارد مراسماشون بشن حتی. و خب تبعیض جنسیتی تا کجا دوست عزیز؟ زرتشت که اومد، یعنی دین زرتشت خیلی این بحث رو تغییر ایجاد کرد توش دیگه. مسلما مردم دین زرتشت رو انتخاب میکنن و به خاطر این دوتا مؤلفه تموم شد دیگه، از بین رفت. چون سایر دینا که اومدن، هم زرتشت توی ایران، هم مسیحیت توی غرب. حالا درسته مسیحیت هم اون اوایل اونقدر جایگاه خاصی برای زنان قائل نبود، ولی خب باز بهتر از میترایس بود. به خاطر همین این دین کامل از بین رفت. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. ببخشید که انقدر طولانی شد. من تازه خیلی هم زدم ها، یعنی خیلی چیزا رو نگفتم. به من بود خیلی چیز دیگه هم دوست داشتم بگم. امیدوارم که خسته کننده نبوده باشه براتون و خوشتون اومده باشه. اگر دوستش داشتین حتما لایکش کنین و برای سایرین هم بفرستینش. ویدیویی که فکر میکنم خوبه بقیه هم ببینن، مخصوصا هموطنامون. و یادتون نره کانالمون رو سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. نظری دارید مخصوصا راجع به میترایس، چیز خاصی میدونین، توی کامنت ها برام بنویسین. و بدرود.